توبه کنه؟ نه، اون گذشته که عوض نمیشه. من حرفم همینه، یه آدمی رو کشته، این آدم خودش میخواد توبه بکنه؟ توبه کنه درست، مثلا به روی داعش میرم سریعی رو میبرم بعدی رو خود از این به بعد توبه نصوح کردم. ببینید شما اینو دارید به کی میگید؟ اگه اون بیاد به من بگه من توبه کردم، بنده که توبه پذیر نیستم که. بنده میگم در مقام یک دادگاه، یک محکمه و محاکمه، شما توبه کردی یا نکردی جزات اینه، باید بالاخره یا اعدام. اما بین خودش و خدا، خب چه میدونیم، خدا بهتر میدونه که این از تای دل توبه کرده یا نکرده. در روایات داریم که گفته بودند که از امام چهارم پرسیدن که یزید هم توبه کنه توبهش قبول میشه. ایشون گفته بود که بله قبول میشه، ولی او توفیق توبه پیدا نمیکنه. آخه گاهی آدم گناهاش اونقدر بزرگه یا چنان این به تعبیر قرآن تو الله علی قلوبه مهر بر دلش برده که موفق به توبه نمیشه. ولی توبه یعنی کسی که وجودش عوض بشه، بله عوض میشه، اشکالی هم نداره. حتی اگه داعش باشه، اگه شمر باشه، اگه هر کی باشه، کار زشتی که کرده مجازات دنیاویش یه بحثه. ارتباط اون شخص با خداوند و اینکه خدا با او چه خواهد کرد چون از دل او با خبره، یک حکایت دیگر است. ببینید دو جنبه داره. بله ما کار خودمون رو میکنیم، ما اینجا خدا نیستیم که کسی رو ببخشیم یا نبخشیم، بس اینا نیست، اونا به ما ربطی نداره، یا یه قاضی محکمه، حق نداریم ما این کارا رو بکنیم. ولی خداوند البته با بندگانش خودش بهتر میدونه چه کار بکنه. سلام. این نکته باهوش بودن که در این 18 بیت هست و در اون داستان که شما فرمودین در مورد توبه، آیا ربطی به این اسطوره آدم و حوا که در واقع با خوردن سیب یا گندم به یک هوشی، یک دانایی رسیدن که شاید داره بگیم معصومیتشون از بین رفت یا اینوسنتشون از بین رفت، آیا اینا به هم مربوط هستند؟ یعنی مثلا آیا مثلا اینه که مولانا داره میگه که یک قسمتی از شب توبه اینه که آدم بتونه به اون حالت معصومیت بازگرده؟ اینکه مولانا مایل است که آدمی به اون حالت به اصطلاح، حالا نه معصومیت اخلاقی ولی پری تیورتیکال، یعنی به یک ماقبل مفاهیم آدم برگرده، حالا آدم هم همینطور بوده از حیث ذهنی، اینو مایله و در حقیقت یک کمالی میدونه برای انسان. اما اینکه معنی توبه این باشه فکر نمی کنم، یعنی در قرینه ای نیست در حدی که من به یاد دارم که از توبه چنین مرادی داشته باشه. توبه رو بازگشت آدمی به اصل خودش و به خداوند میدونه و رویی که به پشت نگاه میکنه این رو برگردوندن و به جلو و به بالا نگاه کردن، توبه اینه در واقع برای او. اما اونم یه امر مطلوبه، اون رو هم دوست داره که اون اتفاق بیفته، اما نام توبه بر او نهادن محل تردیده، گمان نمی کنه. آیا دکتر بخشید من در اون بحث در باید فهمیدی که جهان رو روح پر کرده و ماده ها چیزی کف اون آب هستن، احساس می کردم سوال اینه که وقتی که یعنی اون بدن از بین میره، این ایندیویدوالیتی که ما داریم با هم دیگه مثلا اون از بین میره، یعنی واقعا مثلا دیگه یعنی اون بدن که رفته و اینا دیگه یک چیزه، مثلا دریا که یک اون ایندیویدوالی چی میشه؟ بله متوجه هم چی میفرمایید. عرض میشود که این سوال خیلی بزرگی است، یعنی اون فلاسفه خیلی وقت صرف این کردن که
به اصطلاح کلی چطوری جزئی میشه یا تشخص پیدا میکنه در این عالم. و آخرش هم همونطوری که فلاسفه مسائل حل میکنن یه چیزی به نام principle of individuation، یعنی اصل تشخص به اصطلاح اینو حل کردن، مثلا یک چیزی است که اون تشخص میآورد و وجود هم عین تشخص است، یک همچی چیزی. ملاحظه کنید این اشکال البته وجود داشته و فیلسوفان هم چنان که گفتم با او در پیچ یا او به پای فیلسوفان پیچیده. ولی شما سوال رو میتونید در همین عالم هم بکنید، یعنی این فقط در باب روح نیست، در همین چطوری ما از همدیگه متمایزیم، چرا این تمایز ما به چیست؟ این سوالی است که فقط ربطی به عالم ارواح نداره، به عالم اجسام هم داره. خب اگر مثلا تو بدن شما فسفره، تو بدن بنده هم هست، اگه کربن اینجا هم هست و هر چیز دیگری، خب این تمایز این کربن با اون کربن چیه؟ آخرش به این برمیگرده که خب اینا دو تا کربنن دیگه، متمایزن از هم، یعنی خودشون به ذات اینطوریه، هیچ راه دیگری ما نداریم برای اندیویدویشن، برای تشخص به اصطلاح. هیچ فرقی نمی کنه که، یعنی من یادم تو بحثایی که توی درون اتم می کنن که الکترون ها با هم چه فرقی دارن، یادم یه استادی اومده بود، یه استاد مدعوی بود و یه لکچری می دادن که لندن ما هم بودیم، میگو ما هیچ راهی نداریم، اینا واقعا دوتان، هیچ جور دیگه هم نمی شه گفت اینا چه جوری دوتان، ولی واقعا دوتان، یعنی به همین، شما از این فراتر نمیتونیم بریم. ما یه جاهایی ده، این همونیست که میگن وجود مسابقه با تشخص است، یعنی هر جا پای وجود میاد وسط تشخص هم میاد وسط، یعنی این بودن نه آن بودن، توجه میکنیم. و اگر این رو ما قبول بکنیم اون وقت در مورد ارواح هم عیناً همینطوریم، این رو میتونیم بگیم که این نفس نه اون نفس، نه اون روح نه این روح، یعنی تشخصشون رو با همین وجودشون بدانیم، نه چیز دیگری خارج از وجود اونها. ببینید اشتباه نکنید، یعنی این که میگیم تشخص با خودشونه حرف لغزی نیست. بذارید این مثال براتون بزنم. فرض کنید که این کتاب با یه کتاب دیگه مشابهه، درسته؟ یا حالا اینطوری، این دست من با این دست من مشابه همه. من اگه از شما بپرسم این مشابهت کجاست؟ غیر از خود دست من این مشابهت، یعنی علاوه بر این که من 5 تا انگشت دارم و هر انگشتی اوصاف فیزیولوژیک دارن و بافت شناسی دارن، غیر از این دیگه چی تو اینه که شما اسمش میذارید مشابهت؟ هیچی دیگه نیست. مشابه بودن این دست با این دست به خود این دسته، نه به یک صفتی زائده بر این دست، توجه میکنید؟ این همونیست که به اصطلاح بهش میگن معقولات ثانیه تو فلسفه. یا اگر دو چیز با هم مختلفن، مثلا دست من با این کتاب مختلفه، متفاوت، این اختلاف در چیه؟ یعنی غیر از دست بودن من این دست چیزی دیگه باید داشته باشه که مختلف بشه با این، یا خود نفس وجود این زاینده همون اختلاف است؟ اگر این رو ما قبول کنیم اونگاه خود وجود زاینده تشخص است، یعنی هر چیزی که وجود داشت خودش مشخص کننده خودشه که با دیگری قاطی نشه. این خلاصه فرمایش فیلسوفان. من دو نفر هستن، بعد از این دیگه سوالی قبول نمیکنم. من سوالم در ادامه سوال ایشان فرمایش فیلسوفان رو قبول نکردین. این هست که مولانا میگه چون که این رنگ از میان برخاستی و موسی و فرعون کردن داشتی های منظورش این نیست که این اندیویژوالی که از بین میره؟ اون در مقام نفس و روح نیست، اونی که اون میگه اون در مقام صورت و بی صورته. ببینید نفس و روح خودشون تازه دوتا صورت هن بر بی صورت. اون میگه وقتی صورت ها از بین بره، توجه میکنید، میگه یک صورتی وجود، یک صورتی پیدا کرده که فرعونه، درسته؟ یک صورت دیگه هم پیدا کرده که موساست، یا یه رنگی پیدا کرده که موساست، یه رنگی پیدا کرده که فرعونه.
چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. چون که اون رنگ از میان برداشتی، موسی و فرعون کردند آشتی. این در واقع وجود که با خودش دعوا نداره، ولی وقتی این رنگ رو پیدا میکنه و بعد یه رنگ دیگه پیدا، این دوتا رنگ با هم در نزاع میکنن. وقتی که اون رنگ از میان برداشتی، موسی و فرعون کردند آشتی، این معنیش نیست که موسی و فرعون آشتی میکنن. یه در اون بن یک اصل وجود داشته که از او موسی و فرعون بیان بیرون. یا به تعبیر ساده تری که من همیشه مثال میزنم، اگر به بن رسالت پیامبر برید، نه شیعه میمونه نه سنی. اصل که پیامبر باشه، نه شیعه است نه سنی، ولی از او این چیزها سرچشمه میگیره. بنابراین میگیم اگر به پیغمبر برسی، شیعه و سنی آشتی میکنن. معنیش نیست که شیعه و سنی الان آشتی میکنن، اینا که 1200 سال دعوا دارن. مگه بعد از مرگ مونه حرفش نیست یا خود قرآن هم هست ما برمیگردیم به خدا؟ بله برمیگردیم به خدا، ولی اندیویدویشن ما محفوظه. یعنی هر کسی بر ما منحل نمیشه، به معنای اینکه همه این دیواره های تشخص از میان برود. دست کم در معاد اسلامی این نیست. ممکنه مثلا بعضی ها بودن که چند تمایلی به این قول داشتن، ولی دست کم در معاد قرآنی ظاهرا این چنین نیست. شما صحبت کردیم در مورد اینکه که روح ناطقه و تمایز نفس ناطقه، بله و تمایز داریم بین انواع نفس ها و یه اشاره کردیم، میخواستم اگه میخواهیم داریم یکم بیشتر راجعش توضیح بدیم. و بعد در این مورد که الان صحبت شد که حضور در اکنون و در حاضر، آیا میتونیم این صحبت رو بشه بشه در اون نقطه عفت حضور در لحظه و در اون فراقی که ایجاد میشه، اگر که بخوایم نگاهی به گذشته بازگشت بکنیم، اون رجعت که ملزمش حرکت هستش متوقف میشه و در اون حالت میشه گفت که سالک بالاجبار اگر بخواد در راه صدود و در حال رجعت باشه، باید در اکنون باشه و که بتونه اون حرکت رو مداوم بکنه. خب حالا این نکات اخیرتون که من سخنی ندارم، به هر حال کم و بیش منطبق است بر عرضی که من کردم، اما اون مطلب اولتون باید وقتش برسه و دوباره مناسبتی پیدا بشه در کلمات مولانا که باز اگر لازم آمد ما برگردیم به قصه نفس ناطقه و اگر سخنی باقی مونده بود بگیم. خیلی ممنون آقای دکتر و از شما که تشریف آوردین. متشکرم. صحبت دیگه زمان خیلی وقت